الو، سلام علیکم، حال شما چطوره؟ ها چطور بودی؟ بهتر شدی؟ خسته یا چته؟ شنفتم چی کارا میکنی؟ پدر جا چی کار میکنی؟ خوبی؟ الو، قطع شد. با بیلیفون صحبت کنید تا قطع نشه. بیلیفون 818-532-5800، اتصال سریع، قیمت پایین، کیفیت بالا. بیلیفون، برای ارتباط با عزیزانتان در راه دور از بیلیفون استفاده کنید. بیلیفون 818-532-5800. بیلیفون. سلام و درود بر بینندگان عزیز و گرامی، دوستان نازنین. امیدوارم که خوب و خوش و خرم و سرحال و بانشاد بوده باشید. اگر از احوالات این جانب خواسته باشید، ملالی نبود به جز دوری شما که اونم در این لحظه برطرف شد. ما همونطور که میدونید از تلویزیون اندیشه برنامه جهان امروز رو خدمتتون تقدیم میکنیم. بینندگان عزیز، من میخواستم به قول معروف خیلی خیلی مسائل و مطالب مختلفی رو که وجود داره در این یک ساعت بگنجونم، اما واقعا هرچی حساب کردم این یک ساعت ظرفش خیلی کوچیکه برای این همه مطلب. البته اون دسته از کسانی که بارها و بارها من در طول برنامه‌های مختلف ازشون شنیده بودم که چرا پرچم نمیگذارید، من اینا دونه دونه تکلیفم روشن کنم برم جلو. بهشون عرض کرده بودم که پرچم رو در مواقع خاصی استفاده میکنن، نه همیشه، و اصرار داشتن که این هویت ملی ماست و این رو چون دارن نابودش میکنن، نمیدونم، به هر حال تغییر شکلش دادن فلان فلان، پس بنابراین بر ما واجب شرعی است که اون رو از نظر دور نداریم و اینی که مردم ما بدون، البته نگن پشت چینش چیزی معلوم نبود، ما همه چیش رو درست حسابی آوردیم. پرچممون قلابی نیست، پرچم واقعیه، و امیدوارم الان یک لبخندی کنار لب اون کسانی که از من میخواستن که پرچم بذارم نشسته باشه و خوشحال باشن از اینکه به هر تقدیر یکی هست که حرفشون رو گوش میده. حالا از همین حرفا گذشته، دوستان گرامی، بینندگان عزیز، شلوغه، خیلی شلوغه در منطقه، در این ور در اون ور، همه جا شلوغ، به جای اینکه همه چی آرامه. البته همه چی آرامه هم یه داستان جالبی داره. درست زمانی که داشتن میزدن و میکشتن و همه چی غیر آرام بود، این تصنیف در اومد که حیرت آور بود که همه چی آرومه. حالا حرف تو حرف میاد و مسائل یاد من میاد. یک مطلب جالبی امروز، مطلب فیسبوکی هست که اول کار خدمتتون عرض میکنم، از قول آقای محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران و دبیر شورای تشخیص مصلحت نظام و خلاصه در اصل آقای محسن رضایی، که گفتن کویت متعلق به ایرانه، یا بهش میگوین کویت ایران، یا باید بهش گفت کویتستان. برحال من نمیدونم حالا چطور شد یه دفعه همه این قضایا پیچید و پیچید، آقای رضایی این حرف رو زدن. البته ته ماجرا چیزی که به نظر میرسه در این شرایطی که دارن از چپ و راست فشار به جمهوری اسلامی میارن، آقای محسن رضایی گویا، من نمیدونم، این حدس منه، گویا این حرف رو زدن یک
اشاره کردن به اینکه اگر با ما چپ بیفتین مثلا کویت مال ایرانه، دقیقا همون حرکتی که صدام حسین کرد و البته آقای محسن رضایی باید که بدونن همونجا قضیه تموم نشد، صدام حسین عاقبتش هم باید در نظر بگیرن. به هر حال این یک مطلبی بود، یه چیزی بود که در فیسبوک من دیدم، در صفحه فیسبوک، جالب بود برام که برای شما هم بگم. و اما بینندگان گرامی، ساعت برنامه، تعداد بسیار زیادی از دوستان تلفن میکنن میگن ساعت برنامه چی شد، کجا رفت. ساعت برنامه چند روزی است، چند جلسه است که از سه‌شنبه ساعت 6 بعد از ظهر تا 7 به 5 بعد از ظهر تا 6 بعد از ظهر منتقل شده. بنابراین اگر شما دوستانی سراغ گرفتن، احیانا ممکنه از کسی سراغ نگیره، اگر سراغ گرفتن و ساعت برنامه رو پرسیدن، شما میتونید بفرمایید که پنج شنبه ها، جمعه ها، شنبه ها ساعت 2 بعد از ظهر تا 3 و سه شنبه ها ساعت 5 بعد از ظهر تا 6، همه اینا به وقت لس آنجلس هست. و این هم راجع به ساعت برنامه که از تورنتو پرسیده بودن و از سان هوزه پرسیده بودن، از شیکاگو پرسیده بودن. و هر تقدیر من امیدوارم که جواب داده باشم و می رویم در مورد نشست واشنگتن صحبتی خواهیم کرد و امیدوارم دوستان از صحبتهای من، از قبل میگم، ناراحت نشن، ناراضی نباشن. درد دلی است که میکنیم برای اینکه در آینده جلوی خیلی از مشکلات سد بشه، با توجه به اینکه ما قبل از هر اتفاقی اینها رو پیش بینی کردیم، گوشزد کردیم، اعلام کردیم. ولی مثل اینکه ساعت برنامه من یه ساعتی کسی نمیشنوه و به هر حال همینطوری موج میره رو آسمون و همونجا گیر میکنه لای ابرا و اینا، کسی نمیشنوه. و وقتی کار از کار گذشت، میبینیم که حرفایی که ما زدیم درست از آب در اومد و متاسفانه ضرر و زیانهایی وارد شده که دیگه جبرانش نمیشه کرد. حالا در مورد نشست لس آنجلس یا کنگره‌ای که تشکیل شد و 20 نفر آمدند شرکت کننده و تعدادی آمدند به عنوان اصلاح طلب ها و موافقین جمهوری اسلامی در این کنگره، که گفته شد از ما دزدیدن این کنگره رو، و من برام تعجب آور بود که 33 سال پیش گفتیم جان نمیفهمم. بله بله، متشکرم. واشنگتن، من نمیدونم اشتباه کردم گفتم لس آنجلس، ببخشید جوگیر شدم یه خورده. به هر تقدیر ما 33 سال پیش دیدیم که گفتن انقلاب ما رو دزدیدن. بعد از 33 سال میبینیم حالا کنگره رو میدزدن. حالا انقلاب رو بگیم یه چیزی، ولی چجوری که همش دزد به ما میزنه؟ چرا؟ اون موقع به هر حال ملت چیزی نگفتن برای اینکه کاری از دستشون بر نمی اومد. امروز هم چیزی نگیم برای اینکه خب بخوام ملاحظاتی رو انجام بدیم. من واقعا احترام میذارم به اون دوست نازنینی که میاد و شفاف توضیح میده، مسائل رو میگه، آقای نوری علا، واقعا براشون احترام قائل هستم. اما در بعضی قسمت ها حرفم دارم و اون حرفم رو دلم میخواد که بزنم، چون اینجا خوشبختانه در تلویزیون اندیشه ما این شانس رو داریم که نه کسی به همون میگه چی بگو، نه به ما میگن چی نگو، و هر کسی وقت داره، برنامه داره، خودش میاد اگر ایرادی بهش وارد هست خودش دفاع میکنه از خودش. ولی این چیزی که من مطرح میکنم سوال بسیاری است که با من در ارتباط بودن، صحبت کردیم، حیرت کردیم، و مطرح میکنم که همه دوستان در جریان باشن و خود کسانی هم که دستن در کار بودن در جریان باشن که چه میگذرد و احیانا چه باید پاسخ مردم رو بدن. این که
ما گفتیم آقا کسانی که پونز تو پیشونی میچسبونن فشار میدن که اعتراف بگیرن، حالا امروز به خاطر منافع شخصی خودشون از اون رژیم بریدن و اومدن دایی رهبری میزنن، این دعوای خودشونه. این درست نیست که ما قاطی اونا یا کسانی که به هر حال دم از مبارزه سیاسی میزنن. ممکنه یک جاهای آدم بخواد ائتلاف بکنه، اما ائتلاف هم یک تعریفی داره، یک ارزش و اهمیتی داره. با هر کسی که نمیشه ائتلاف کرد. ما تشکر میکنیم و میبخشیم و سپاسگزاریم از کسانی که متوجه میشن. اون روزی که اومدیم ما گفتیم که نه، اینا گفتن آره، بعد از 33 سال حالا اینا هم دارن میگن نه. بازم تشکر میکنیم ازشون، به دامن ملت به قول امروزی ها پناه آوردن و به ملت پیوستن، دستشون درد نکنه. اما این دلیل این نیست که بخواهیم ما به عنوان رهبر و نمیدونم لیدر و پیشوا و فردا مقامات عالیه و اینا، نه، اونو اجازه بدید، اجازه بدید دیگه اونجاها رو یه خود کوتاه بیان. و اینها رو ما گفتیم، کسی گوش نکرده، رفتن جلسه گذاشتن، همه این کارا رو کردن، بعدش دیدن که نخیر، تموم شد، همه چی خوابید، بادش در اومد. و حضورتون عرضه بدارم که باز هم تکرار میشه کسانی که به هر حال آمدن به طرف ملت، آمدن به دامن مردم پناه آوردن، اینها قدمش رو چشم، ازشون همه سپاس گذاریم. اما یه خورده اجازه بدن که شلتاقو بذارن برای یه دوره بگذره و پاسخگوییشون به مردم تموم بشه و عذرخواهی بکنن از مردم و بگن که آیا از پای و اساس با جمهوری اسلامی مخالفن یا نه، اون وقت میشه یواش یواش یه فکری کرد. اما ما چقدر باید گول بخوریم در این گاه آوارگی در کشورهای اروپایی و امریکایی و نمیدونم استرالیا و ژاپن و ترکیه و اینور اونور همه پراکنده شدیم و داریم به هر ترتیبی زندگی رو سخت میگذرونیم و دلمون میخواد یه حرکتی بکنیم که مملکتمون رو نجات بدیم. اما یه آقای یهو پیدا میشه به عنوان اینکه از اونا بریده، دفعه پیش عرض کردم، میاد 2 سال همه رو سر کار میذاره، بعد میره اونجا تلویزیون به ریش همه میخنده. آقای مدحی، سردار 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 و یک سری اطلاعات غلط و اینها هم همه شور حسینی میگیرتشون، شلتاق میکنن، سرود میخونن، جلسه میگیرن، وای داد بیداد که سردار به ما پیوسته. ولی سردار چنان فست و خابون که بیا درستش کن. همه گفتن من نبودم، دستم بود، تقصیر آسینم بود. نکنیم این کارا رو. الانم دوست عزیز ما که من احترام میذارم برای آقای اسماعیل نوری اعلی، واقعا ارزش قائلم، ایشون هم فعالیت میکنن به دلیل که عشق به ایران دارن، اما بی گدار بعضی وقتا به آب زده میشه. چی رو دزدیدن؟ شما ببینید که ایشون تعریف میکنن آمدن اصلاح طلبا آمدن و گفتن که نه خیر، ما هم جمهوری اسلامی رو موافق هستیم، هم با ولی فقیه موافقن، هم با قانون اساسی اونا موافقن. یه زمانی اینا روشون نمیشد بیان تو جماعت خارج از کشور سر بلند کنن، یواشکی میومدن میرفتن. الان خود ما کاری کردیم که اینها میان سینه‌شون هم سپر میکنن. من یادم نمیره چند وقت پیش حتی توهینم میکنن، نمیدونم، ادعا میکنن که چرا محسنات آقای خاتمی رو ندیده گرفتین و به همه هم گفت خفه شدن همه، یعنی با همین واژه گفت. و درود بر شما و درود بر ما که کاری کردیم که بیان این حرفا رو بهمون بزنن. به هر حال این کنگره موفقی نبوده، یک راهی رو رفتن بدون، یعنی در واقع حرکتی است که میبینیم ما بوی یک تنه به قاضی رفتن، یک تنه به جنگ رفتن، یک تنه همه کارا رو انجام دادن. درسته یارگیری میشه، نمیدونم افرادی میان، سخنگو انتخاب میشه، همه، اما در رأسش همه باید بگیم من این کار رو میخوام بکنم، اسمش هم میخوام بذارم سبز قرمز، سکولار سبز، سکولار فعال. آخه چرا رنگی؟ برای چی رنگی؟
این رنگ جنبش سبز قربونتون برم، این از شال کمر آقای موسوی در اومد، این رنگ سادات یعنی مذهبی، نه اون سبز هایی که شما میخوان تعریف بکنید راجع به کشورهای دیگه. نه خیر، این از اونجا در اومد. حالا ما بیان بعد از این همه مدت که گفتن آقا میخوان به دوران طلایی امام برگردن و نمیدونم مشخص شده که دوران طلایی چی بوده و چی نبوده، حالا دوباره ما میام اینو سکولار سبز درست میکنیم. چرا یه کاری میکنیم در اگر موفق شد در آینده یه تعدادی بیان و یک روزی بهره برداری کنن از این پسوند و این سبز رو بگن بله جنبش سبزی به وجود اومد و این جنبش سبز همین سکولار سبز شد و الان به هر حال این مسیر رو باید بره. چرا؟ سکولار برای خودش تعریف علمی داره و همینطور مثل واژه های دیگه سیاسی برای خودش یه جایگاهی داره تو ادبیات سیاسی و به اون میشه مراجعه کرد. سبز و قرمز و مخمل و نمیدونم بنفش و اینا یعنی چی دیگه؟ من نمیفهمم. من شاید که یه خورده باید بیشتر برم مطالعه بکنم، شاید اون روز تشخیص بدم که این سبز که چسبوندن به سکولار یعنی چی. اصلا واقعیت قضیه من ناراحت شدم، آخه این همه نیرو هر روز که میگذره، هر اتفاقی که میفته، من به دوستان نزدیکم میگم باریکلا به جمهوری اسلامی که یه پله دیگه ضربشو زد و رفت بالاتر. تمام این اتفاقات که شما نگاه کنید، همه کسانی که در خارج از کشور هستن میان مشغول این حرکت ها میشن که در نمیدونم اروپا یک جلسه تشکیل دادن، در نمیدونم امریکا جلسه تشکیل دادن در واشنگتن، اینجا اونجوری شده، اون اینو گفت، این اینو گفت، صبح در تلویزیون اونو گفتن، شب اینو گفتن. تمام آقایون اونجا کار خودشونو میکنن و نه کسی سراغ میگیره از اینکه 3 میلیارد دلار چی شد، نه یکی میگه که آقای فرض بفرمایید این جلسات نشست استانبول به کجا خواهد کشید، نمیگن ارتباط سوریه با ایران بالاخره چه لطمه‌ای به مردم ایران خواهد زد، نمیگن که چین چه بلایی داره به سر مملکت ما میاره. هیچی، هیچ کدوم اینا اصلا همه تحت شعاع قرار میگیره. قربونتون برم، اینم شد کار ما. بعدم میفتیم یک اشتباه یه نفر بکنه تماممون میشیم چه گوارا، میخوام کلهشو بکنیم که آقا تو چرا این کاری کردی؟ سر همین پرچمی که ما رو میز نمیذاشتیم نزدیک بود دیگه ما رو، البته بعضی از دوستان خیلی محترمانه صحبت کردن و خواستن که ما پرچم بگذاریم، ولی یه عده‌ای هم با لحنی صحبت میکنن که آدم احساس میکنه تو ذهنش چه پرونده قطوری برای آدم درست کرد. خیلی خوب، حالا من این پرچم رو گذاشتم، ببینیم که مشکلات مملکتمون جدیتر حل خواهد شد یا خیر. این مطالبی بود که به هر تقدیر لازم بود راجبش صحبت بکنم. و اما نمیدونم کدوم سعید مرتضوی رو براتون بخونم یا راجب نشست استانبول در جلسه آیندهی که دارن در استانبول، پنج به اضافه یک، کشورهای پنج به اضافه یک قرار است که اونجا در رابطه با انرژی هسته‌ای ایران نشستی داشته باشن، اون رو هم میشه راجب صحبت کرد. سوریه هم به هر حال خیلی داغ بازارش، چون پای ایران هم به نوعی در میونه، برای اینکه کوفی عنان از اونجا رفته به تهران و خود به خود مسائلی هست که به هم ربط داره. بینندگان گرامی، و اما من میگم سعید مرتضوی رو بریم که خب یه خود داخلی تره در ایران. سعید مرتضوی رو که میشناسین، یک جلاد خونخوار خوناشام قاتلی که از سنین خیلی جوانی به دلیل ارتباطاتش با آخوندهای محل خودشون که نقطه‌ای در
یه نقطه دور افتاده در مملکتمون بود، ایشون به محض اینکه جمهوری اسلامی شکل گرفت به هر حال بهش پروبال دادن و همینطوری پست دادن، پست دایی که از سنش بیشتر بود و هم وزنش نبود، و ایشون اومد تا زمانی که من نمیدونم چقدر اینها هواشو داشتن که یواش یواش با وجود این همه آخوند جلاد و نمیدونم آدم کش که ثانیه‌ای حکم صادر میکردن، ایشون شد دادستان و دیگه خودتون در جریان هستید که زیبا کاظمی و نمیدونم کهریزک و اینا. بله میگه تو رو خدا چیزی نگو، من به هر حال تقصیر ندارم. بله تو تقصیر نداریم، بزرگتر از تو که تو رو گذاشته تقصیر داره. جان من صدای شما رو نمیشنوم، حالا انشاءالله یه خود نزدیکتر به من خواهید گفت که چی گفتی. به هر حال مسئله اینجا زیبا و زهرا هر دو هست، هر دو هست، هم زیبا هم زهرا هر دو یک. به هر حال خدمت شما عرض کنم که ممنونم اولا که اگر فکر میکنید من اشتباه میکنم توضیح میدید، اما هم زیبا هم زهرا هر دوش درسته. مربوط به خانم کاظمیه که آقای مرتضوی با پاشنه کفش زدن به گیجگاهشون و خلاصه اون فاجعه رو به بار آوردن، و کهریزک هم همینطور، که البته میگم انقدر ایشون محبوب و مورد نظر هست، انقدر از ایشون حمایت میشه که خیلی راحت برای تظاهرم شده. بله بله به هر حال پارتیشون هم نشون دادی. مرسی غزال جان، غزاله امروز با من هست و همراه من داره همکاری میکنه، تصاویر رو چاشنی برنامه میکنه. حضورتون عرض کنم که برای اینی که یه مقداری مردم رو دهنشون رو ببندن، گاهی اوقات هم گفتن آقا ایشون محاکمه میکنن و فلان و بهمان، ولی از اون طرف بردن و یه پست مهمتر بهش دادن. حالا اینو عرض میکردم، آقایی که ره 100 ساله رو یک شبه طی کرده به قول ضرب المثل ایرانی به عنوان مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی و ستاد مبارزه با کالای قاچاق ایشون انتخاب شد. خب شما یک جاهای قضیه رو شما توجه بهش بکنید. کالای قاچاق یعنی چی؟ حساب کردید، فکر کردید که کالای قاچاق یعنی چی؟ اگر کسی بخواد جنسی رو قاچاق بکنه، این بلما و اینا که از جنوب میرن یه جنسی میارن، از این ور چون هم گوشت گوسفند و اینا میبرن یا مرغ میبرن، از اون ور یه چیزهای دیگه وارد میکنن، آب میوه گیری و اینا، رادیو ترانزیستوری و اینا، اینا انقدری نیست که سعید مرتضوی رو بذارن به عنوان کسی که با اینا میخواد مبارزه کنه، یا از یه مرزی یه چیزی تو چمدون یکی هست، همچین مشکلی نیست که به سعید مرتضوی نیاز باشه. نه، کالای قاچاق رو سپاه پاسداران میکنه که برای خودش اسکله اختصاصی داره، فرودگاه اختصاصی داره و همینطور هرچی دلش بخواد میاره، هرچی دلش بخواد میبره، و تمام اون مملکت رو الان جز ملک تلق پدر خودشون و اربابشون میدونن، هر کاری بخوان میکنن. بنابراین اگر یک نفری رو بذارن در این پست، به احتمال زیاد ممکنه یه دفعه بیچاره ناوارد باشه، بگه که آقا جز کالای قاچاق که ما میخوام مبارزه کنیم اون کسان اصلی اینان، سپاه پاسداران. اون موقع سرصدا بلند میشه، اون موقع گرفتاری هست، وقتی که قضیه هم درس پیدا کنه یه خود جمع جور کردنش مشکل میشه. بنابراین چیکار میکنن؟ میان سعید مرتضوی خودی رو میذارن اونجا که به هر حال این کالای قاچاق بهتر بتونه رونق پیدا کنه. اینو نذاشتن برای اینکه مبارزه با ورود و خروجشون بگیره، اینو گذاشتن برای اینکه مبارزه کنه با موانعی که سر راه اینا هست. به هر حال با توجه به همه این اوصاف، مجلس وزیر کار و وزیر رفاه اجتماعی کابینه آقای احمدی رو به هر حال به مجلس احضار کرده، و همزمان شب گذشتم احمدی شاید برای دهنکجی به حضرات 35 میلیارد تومان
در اختیار آقا گذاشته برای این حرکت تأمین اجتماعی، برای اینکه کمک کنه به این حرکت. به به احمدی لبخندش اینه جوکنده که با اسپری این بغل لبش فیکس کرده باشن، چه لبخند ملیحی داره. و به هر حال این 35 میلیارد تومان رو داده، در حالی که برای پیشرفت متروی تهران 4 میلیارد پول لازم دارن بدهیاشون رو پرداخت کنن بتونن مترو رو یه سر و سامانی بهش بدن و یه سری پروژه های دیگه به دلیل کمبود بودجه اینا همه مونده و کاری از پیش نمیبرن، اما 35 میلیارد تومان یه دفعه میدن به آقای سعید مرتضوی. این سعید معلوم نیست چه خبره، واقعا همه سرش دعوا دارن، به هر تقدیر تقش در میاد یه روزی و ضمناً مجلسیا به دلیل اینکه خلیفه همچین دل خوشی از احمدی اخیراً نداره یه خورده صفر گرفتن، تهدید کردن که اگر این دو وزیر نیان در جلسه حاضر نشن احتمال استیضاح خود احمدی هم هست و از اون طرف احمدی هم دستش پره که دهنکجی میکنه 35 میلیارد رو میده و ترم برای اینا خورد نمیکنه. میگه که به هر حال در نهایت احمدی، اگه یادتون باشه قبلا هم گفته بود یه حرفایی دارم که هنوز نزدم، آخرش خواهد گفت که کهریزک و ماجراهای آقای مرتضوی و قتل‌های زنجیره‌ای و و و و و سینما رکس آبادان، اینها همه زیر نظر و دستور کی انجام میشه. میریم آگهی های بازرگانی رو میبینیم و برمیگردیم، میپردازیم به خلفای فاسدین. الو سلام علیکم، حال شما چطوره؟ ها چطور بودی بهتر شدی؟ خسته یا چته؟ شنفتم چی کارا میکنی؟ پدر جان چی کار میکنی خوبی؟ الو قطع شد. با بیلیفون صحبت کنی تا قطع نشد. بیلیفون 818-532-5800 اتصال سریع، قیمت پایین، کیفیت بالا. بیلیفون، برای ارتباط با عزیزانتان در راه دور از بیلیفون استفاده کنید. بیلیفون 818-532-5800 بیلیفون. اطلاعیه مهم مرکز منطقه‌ای شیکاگو. مرکز منطقه‌ای شیکاگو تایید شده وزارت امنیت ایالات متحده آمریکا با داشتن پروژه‌های تایید شده اداره مهاجرت آماده همکاری با سرمایه‌گذاران ایرانی و متقاضیان گرین کارت آمریکا با شرایط اقساط می‌باشد. دفاتر در شیکاگو، دبی و چین. برای اطلاعات بیشتر با تلفن فارسی زبان این دفتر 201-312-427-0911 تماس حاصل فرمایید.
الو سلام علیکم، حال شما چطوره؟ ها چطور بودی؟ بهتر شدی؟ خسته یا چته؟ شنفتم چی کارا میکنی؟ پدر جا چی کار میکنی؟ خوبی؟ الو الو قطع شد. با بیلیفون صحبت کنی تا قطع نشه. بیلیفون 818-532-5800 اتصال سریع، قیمت پایین، کفیت بالا. بیلیفون، برای ارتباط با عزیزانتان در راه دور از بیلیفون استفاده کنید. بیلیفون 818-532-5800 بیلیفون. خب بینندگان عزیز، برنامه پیام‌های بازرگانی را تماشا کردید. حضورتون عرض کنم که در همین مدت کوتاه باور کنید همینجوری تلفن میاد برای من و این پیامگیر من پر میشه که حالا دارم کوشش میکنم که یک شرایطی فراهم بشه من بتونم یک تلفنی رو ترتیب بدم که پیامگیری ظرفیتش بیشتر باشه. یک خالی میکنم، میشنوم پیغاما رو، خالی میکنم. این یک بار از صبح تا شب تمام جهان دروغ میگن، هیچ اتفاقی نمیفته، اگرم اعتراضی بشه میگن تغییر کردی. اما بنده یک دروغ 13 گفتم و متاسفانه تعدادی مثل این که متوجه نشدن که این دروغ 13 بوده، آخر برنامه رو نگرفتن، نشدیدن، یا اینکه اینقدر شوق داشتن که به دوست آشناهاشون همونطور که میگن خبر بدن، متوجه نشدن و این مسئله ریاست جمهوری من خیلی بیخ پیدا کرده و ادامه پیدا کرده. و این برای من جالبه که پریروز یا آقای پریروز یا پس پریروز بود یا آقایی به من زنگ زد، پریروز بود، که آقا به چه دلیل شما عقب نشینی کرد؟ گفتم خب من جلو نرفته بودم که بخوام عقب نشینی بکنم، من یه دروغ 13 گفتم. گفت نه خیر، شما نباید این دروغو میگفتی، شما الان هم هنوز فرصت داری و این حرکت رو انجام بدی، برای اینکه تعدادی هستن که بالاخره دلشون میخواد که تو این کار بکنی. گفتم آقا به خدا باور کنه که من اینقدر ضعف داشتم، الان اقفال شده بودم، به دلیل این که خیلی تلفن میشه، خیلی پیشنهاد میشه که بنده این حرکت رو انجام بدم، ولی کن کار من نیست، به دلیل این که گفتم خیاط باشی یک فامیلیه که مثلا فرض کن اگه من رئیس جمهور بشم یا شاه بشم، اون وقت این کشورهایی که من دعوت میکنن میخوان ببرن تو تشریفات اعلام بکنن، بیچاره نمیتونه اسم منو بگه، خوش هفت جواب شکم میخواد بگه، خب خراب میشه، بد میشه. اینی که بذارید من ماست خودم رو بخورم. بالاخره زدیم به خنده و شوخی که آقا رضایت بده ما رو نکوهش نکنه. آخر سر حرفی که زد برام جالب بود و منم کلی خندیدم. گفت یعنی آقا ما بی خودی عکس شما رو تو ماه دیدیم؟ به هر حال امیدوارم که لبخندی هم به لب شما اومده باشه از این ماجرا، ولی واقعا دوستان اینقدر به من محبت دارن یا پیدا کردن سر کار بذارن، من نمیدونم، اما رها نمیکنن. باور کنید من دروغ 13 گفتم و این ماجرا پایان پذیرفت. تا سال آینده ببینیم که دروغ بعدیمون چه خواهد شد، چه خواهیم گفت. الان امیدوارم اونهایی که تو کار سیاسی هستن واقعا موفق و پیروز باشن، بتونن حرکتی بکنن که به نفع مردم باشه، بتونن
قدمی بردارن، حساب شده باشه. وقتی که ما میگیم سیاست مدار، فعال سیاسی، آخه این نیست که وایسیم تو نمیدونم جلسات مختلف تو تلویزیون ها، از این تلویزیون به اون تلویزیون، از این رادیو به اون رادیو، تو سایت های تلویزیونی همینطوری بیام مطلب بنویسیم و حرف بزنیم و بعد بگیم که داریم مبارزه سیاسی میکنیم. نه، یه سیاست مدار باید نشون بده سیاست مداره، نشون بده که بلد این مهره ها رو جا به جا بکنه. به هر حال آرزو میکنم که کسانی که دارن تو این مسیر حرکت میکنن واقعا موفق و پیروز باشن، برای کشورشون، برای کشورمون قدم مثبت بردارن و ما هم لذتشو میبریم، ما هم حتما دست دوستی و یاری و یاوری به دستشون، به طرفشون دراز میکنیم و حتما کمک خواهیم کرد. اما اگر درست باشه، ما ننشستیم اینجا که فقط تخته بکنیم و خراب بکنیم. فقط نگاه کنیم این نوع بازی هایی که ما میکنیم فقط جمهوری اسلامی است که استفاده شو میبره. حالا به هر حال من تصمیم داشتم اون هفته تعدادی از بیننده ها رو روی خط بیارم. اگر که غزاله نازنین این شماره تلفن استودیو رو هم روی اسکرین تلویزیون بگذاره که بتونن دوستان با من تماس بگیرن. یه سری هستن که گفتن میخوان با من حرف بزنن، روی خط بیان، و منم گفتم که اوکی، بنده براتون حتما خط رو باز میکنم، منتها شرطم رو فراموش نکن. شرط من اینه که در مورد همین مطالبی که دارم صحبت میکنم صحبت بشه، در غیر این صورت من قطع میکنم. حمله بر بیادبی نکنید، بیاییم و همدیگر رو یه مقداری احترام بذاریم، چون اگر این حرکت بشه بخواهید شما منو به یک طرف دیگه ببرید، این ماجرای خورده قشنگ نیست. منم شما رو قطع بکنم، یه عده‌ام دارن تماشا میکنن، درست نیستش. بر عرضم به حضور شما تا این شماره تلفن اینجا میاد، به تلفن من زنگ نزنید. الان خط تلفن رو میگم باز کنن، و چون الان مراجع کننده زیاده، خط تلفن رو باز بکنید، من ببینم دوستانمون چی میگن. حضورتون عرض کنم که فردا چهارشنبه هم طور که عرض کردم جلسه کشورهای 5 به اضافه 1 هست در استانبول. البته جمهوری اسلامی از شما چه پنهان که پیشنهاد کرده بود به جای استانبول دمشق و عراق باشه، بغداد باشه، یعنی کشورهایی از سوریه و عراق، بنابراین پایتخت شهرهای شهرهای از سوریه و عراق. اما اردوغان تقریبا با تندی پاسخ داد و موافقت نکرد، و کشورهای 5 به اضافه 1 هم به خصوص اوباما نخواستن تن در بدن به این پیشنهادات ایران، و بنابراین تثبیت شد و موافقت شد که در استانبول این جلسه برگزار بشه، برای اینی که تکلیف این انرژی هسته‌ای رو با ایران روشن بکنن و غنی‌سازی اورانیوم و این حرفا رو، تکلیفش رو روشن بکنن. آقای اوباما با فشاری که آورده به این حضرات ایرانی، با توجه به اینکه ایران اعلام کرده که ما هیچ گونه پیش شرطی رو نمیپذیریم، آقای اوباما گفته که نه تنها، یعنی پیش شرط گذاشته، نه تنها بایستی جلوی غنی کردن اورانیوم گرفته بشه و تعطیل بشه این فعالیت، حضورتون عرض کنم که حتی اون نیروگاه فردو هم تعطیل بشه، تمام اورانیوم های غنی شده هم باید به خارج از ایران منتقل بشه. یعنی تندی و فشار و این حرفا از موضع قدرت حرف توش نیست. و حالا میخوام ببینیم که حضرت آقایون ایرانی یا حضرت زعمای قوم ایران، حضرات، اینها چه خواهند کرد و حضورتون عرض کنم که چه اتفاقی خواهد افتاد با این توپ و تشرهایی که زده شده. اما یک صحبتهایی هست در گوشی زمزمه وار که میگوین شاید غنی کردن اورانیوم 20% رو یه مقدار
تجدید نظر بکنن و موافقت بکنن که این رو تعطیلش بکنن و از خیرش بگذرن. بینندگان عزیز و گرامی، حضورتون عرض کنم که من حواسم نبود. بریم اینجا، از اینجا شروع میکنیم به گفت همه چراغا روشن. الو، درود بر شما، صداتون پخش میشه. سلام، شب شما، عصر شما، وقت شما بخیر. تشکر میکنم. شاید بیمورد باشه این که خدمتتون میگم. خواهی. من خواستم افرادی که پشت تلویزیون صحبت میکنن، بله، از دادن عنوان آیت الله و بله، آقا به این آقایون و آیت الله ها خودداری بکنن، چون اینا واقعا افراد کثیفی هستن. خواهش میکنم، خدا حافظ شما. تشکر از محبتتون. نفر بعدی، درود بر شما، صداتون پخش. درود بر شما، بفرمایید. من نیما هستم، اولم. قربان شما، خوش آمدید به برنامه جهان امروز، صداتون پخش میشه. تشکر میکنم، بفرمایید صحبتتونو. من نیما هستم، نیما هولند زنگ میزنم. بسیار محبت میکنید. بله، اینکه محبت میکنیم به این همه زحمت میکشی برای ایران بزرگ، اشان ممنونم. خواهش میکنم، قربونتون برم. تشکر از محبتتون. منم از اینکه برنامه من چند سالی که با شما دورا دور تماس دارم. محبت دارم، قربونتون برم. امیدوارم شما تو آمریکایی میدونم. قربون شما، امیدوارم که پاینده باشید. من اگر اجازه بدید به خط دیگه بپردازم. ممنونم. من یه سوال فقط دارم. جان چرا خود یه مقدار سعی کنید با من صادق باشید؟ من صادق باشم؟ بله. من مگه غیر صادقم قربان؟ نه نه، ببین این سیاستی که الان توی ایران حاکمه، کی به وجود آورده؟ خب یعنی کی آورده؟ خود درست، خود ما، خود ما. کی ساپورت کرد؟ کی ساپورت؟ شما بگو، صدات داره پخش. آمریکا، انگلیس. خب به هر حال، به هر حال هر کس ساپورت کرده، امروز ما گرفتار اینها هستیم و بایستی یه جوری من که 50 سالمه، من اون موقع 15 دارم و 13 دارم و سال من 57. بله بله، پدر من آورد، پدر شما آورد. بله بله، نه خواهش میکنم، من خود ما هم بودیم، خود ما هم بودیم، ما هم به میگه ماها آوردیم، ماها چرا بابا تحمیل کردن، همون که شما گفتید تو شما عکس شما تو ما بود. بله، همون الان تو موقع ما کردن که این آقا امامه. بله، به هر حال دیگه الان بایستی به آینده فکر کنیم. قربون شکل ماهد، آیا سیاست آینده فکر بکنیم؟ چرا فکر کنیم؟ آیا فکر کنیم که علیکم یک کاری بکنه که مملکت از این بدبختی در بیاد؟ بله دقیقاً، حق با شماست قربون شما. مسئله اینجاست که ایران برای همیشه مهمتره. بله دقیقاً، دقیقاً حق با شما. من دقیقاً قربان تعمال میکنم به خاطر اینکه بتونه کاری رو دیگاه بکنم. بله بله، درست میگید، امیدوارم که این اتفاق بیفته. خطر یه برسی، من تعطیل کار خودم نمی کنم، من یک گوشه از کارش که شما میگید بهش دیگه می کنم. من تشکر از محبتتون، ممنونم. اینجا تلفن تماسی رو بشه شما رو ایر نباشی که معلومه فهمی من بچه زیبا کار تقدم میکنم. خواهش میکنم، در خدمتون هستم قربون. من نیما هستم، نیما باش نمیگم اصلا. خواهش میکنم، قربون شما برم، در خدمتونم. خواهش میکنم، خدا حافظ. الو، درود بر شما. الو، ایشون که مثل این که زیاد معطل شدن. الو، درود به شما. آقای خیر باشید. جانم، صداتون پخش میشه. خواهش این زالبی یا حتی آقای متضایی چه خواهد شد؟ من صداتون واقعا تشخیص نمیدم، کلماتی که میگین اگر ممکن بعد از سلام. خواهش میکنم. افرادی مانند آقای مرتضوی، بله، والا بنده فکر میکنم اگر شانس اینو داشته باشیم، اگر همت بکنیم از اون منجلابی که مملکت ما توش گیر کرده بیان بیرون، از دست این قطاع و طریقا خلاص بشیم، اینا تمامشون باید محاکمه بشن و دونه دونه شون باید حرفایی که دارن بزنن و مردم بشنون و به هر حال جا دارو بعد از برگ سورا. نه الان، من الان که من در امریکا قربون شما نمیتونم کاری بکنم، من نمیتونم حرفی بزنم که بگم اونو چیکارش بکنم. من چه میدونم اونها الان
سوار خر مراد هستن، هر جوری هم دلشون بخواد دارن میخورن و میبرن و میکشن و جنایت میکنن. ما تنها کاری که میکنیم این است که بتونیم یه مقدار حرف دوستانمون رو مثل شما به گوش بقیه هموطنانمون برسونیم و همین. فعلا یه مقداری برای روشنگری ما میتونیم کاری بکنیم، اما نه اسلحه داریم نه قدرت آنچنانی داریم لشکرکشی بکنیم بریم بجنگیم. نمیدونم نمیدونم بله. امیدوارم شما هم پاینده باشید. درود بر شما، صداتون پخش میشه. درود بر شما. خواهش در خدمتتونیم جناب. خیلیت باشید جانم. من به برنامه پیش راجب 32,000 امامزاده در ایران صحبت کردید که گفتید کلکولیت بکنید ببینید چجوری ها اینها. بله بله. من به تلفن شما هم زنگ زدم. بله شنیدم. گفتم برنامه بعدم گفتم که یه بیننده عزیزی صحبت کردن راجب این قضیه که خانوم ها نیستن در اون امامزاده، همه آقای اون برنامه ندیدم. بله بله من اشاره کردم، برحال سپاسگزارتونم. مرسی. خیلی خیلی از برنامه های شما خوشم میاد و همیشه هم این برنامه رو میبینم. پاینده باش. دوستار شما هستم. قربون. از اون زمانی که شما در ایران برنامه داشتید تا حالا. تشکر از محبتتون. سلام به خانواده برسونید. صداتون پخش میشه، با شما هستم. سلام میکنم خدمت. درود بر شما. بین نگان شما امشب دو تا مسئله مهم است که اگه بتونید در موردش صحبت کنید. خواهش میکنم. یکی شعریست که آقای گونتگراف در مورد اسرائیل ایران گفته. بله. دوم رفتن وزیر امور خارجه سوریه به مسکو هست. بله بله. گونتگراف جایزه که نوبل ادبیات گرفته. بله. شعری گفته که در اروپا خیلی سر صدا کرده. بله. اگه به این مسئله بتونید بپردازید و او را رفته محاسبه به اسرائیل و گروهش به اسرائیل ممنوع اعلام کرده اگه نداره بره. بله. و این در مورد امکان حمله اسرائیل به ایرانه که در اینجا در اروپا خیلی امکانش زیاد امکان میدن که بتونه به ایران حمله بکنه. بله. و گونتگراف برای این جبهه گرفته به یک سری مسئله ما که اگه بتونیم اونجا قرار بدید به دوستان در راحت صحبت کنیم. شما ممکنه به من بگید از کجا میشه این شعر رو تهیه کرد من ببینم و شاید برنامه بعدی ازش استفاده کنم؟ در اینترنت میتونی چی بکنی؟ در تمام جا پخش شده حتما در آمریکا پخش شده. بسیار خوب بسیار خوب. من پیدا میکنم. بسیار معروفیه. بله و میتونی با تمام دوستا خوندن میتونی باشون شعر بده. تشکر میکنم، من اینو حتما پیدا میکنم، حتما ازش استفاده میکنم. امیدوارم که موفق باشید. نفر بعدی درود بر شما، صداتون پخش بشه. الو بفرمایید. الو جناب خیلی باشید. جانم بفرمایید. سلام عرض میکنم حضورتون. امیدوارم بینندگان عزیز قبل از اینکه بیان رو خط فکر بکنن چی میخوان بگن. عرض دیگه ای ندارم. از راه دور روی ماهتون میبوسم. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. منم تشکر میکنم از شما، سپاسگزارم با این توضیح بسیار بسیار به جاتون. تمنا میکنم. الو جانم صداتون پخش میشه، بفرمایید. قربون سلام عرض میکنم. قربون شما برم. عید شما مبارک. عید شما هم مبارک. قربونتون برم. من در بیشتریش برای شما رو گرفتم. بله. خطا رو آزاد میذارید در مورد هم موضوع صحبت کنید. نمیدونم موضوع برنامه شما چی بود. فقط زیادم تشکر میکنم از برنامه شما. قربونتون برم. سپاس گذارم. آرزوی سعادت برای شما به همه ایران و ایرانی شما. تمنام میکنم. امیدوارم این جریان واقعا مذاکرات هسته‌ای در برای ایران. بله. به نتیجه مثبتی ختم میشه. چون امیدواریم. ظاهرا دیگه این مذاکرات آخر هست. بله بله. و این تحریم ها در مرحله آخرش طی میکنه. یعنی دولت های غربی به خصوص منظور آمریکاست حد اکثر تلاش کرده که اون بوزینه آخر رو در مورد ایران بیکار نبرن. که امیدوارم بیکار نبرن. امیدواریم هممون امیدواریم مسئله جنگ باشه. در اون صورت عواقب و مصیبتاش اونقدر عظیمه که قابل تصور نیست. در ضمن احترام بسیار بر اون هموطنی که با سلام خدمت ایشون که به شما گفتن اسم آیت الله و حجت الاسلام و آقا برای نوری
بگیریم. اطمینان من پیشنهاد بنده این هست با عرض معذرت دوست عزیزمون، اشکال نداره، ما ادب و احترام رعایت میکنیم قربان. با فحش و فحاشی متاسفانه تا حالا هیچ کسی نتیجه نگرفت. درود بر شما، درود بر شما. ما اون مسیری که دیگران رفتن ما نمیریم. درود بر شما. امیدوارم که ایران مشکلش حل بشه و این همه آوار و پراکنده شدیم در سراسر دنیا همه بتونن روزی به سر زندگی خودشون برگردن با دلهای شاد. آقای خیر باشی، برای شما آرزو موفقیت میکنم. قربان دستتون درد نکنه. تشکر میکنم. شما قربون شما، عرضی ندارم، پاینده باشید. ممنونم. من یک مطلبی مونده این مطلب رو بگم. غزال جان چقدر وقت داریم؟ اگر ممکنه به من بگو که من تنظیم بکنم مطالبم رو با تلفن. دو دقیقه نه بیشتر باید وقت داشته باشیم ما. بله، عرض میکردم که امروز بعد از ظهر آقای کوفی انان از ترکیه وارد تهران شد. سفر کوفی انان دبیرکل سابق سازمان ملل متحد که امروز به نمایندگی از طرف سازمان ملل متحد و شورای امنیت، به نمایندگی از طرف اتحادیه عرب و همینطور به هر حال به عنوان سفیر صلح و از این قضایا رفته به سوریه، با بشار اسد صحبت کرده و بهش اخطار داده که آقا دست از کشت و کشتار بردار، وگرنه عاقبتت عاقبت خوبی نخواهد بود. بشار اسد قبول کرده، من نقل به مضمون دارم میگم خدمتتون، قبول کرده و گفته که بسیار خوب و قرار شده یک طرفه آتش بس بده و این نیروهای نظامی خودشو به پادگانها برگردونه. اما به محض اینکه کوفی انان اونجا رو ترک کرده و به ایران رفته، چون قرار بر این بوده که به ایران بره و به تنها حامی بشار اسد گوش زد بکنه که دست از این حمایت برداره، رفته اونجا. آقای بشار اسد از اون طرف گفته که نخیر، تا زمانی که این نیروهای مقابل اسلحه‌شون رو زمین نگذارن ما همچنان ادامه خواهیم داد. و کوفی انان برای گوش زد به زعمای قوم جمهوری اسلامی هم رفته گفته که به هر حال این مطالبی که درس کرده، گفته که دست از این کار بردارید وگرنه عاقبت عراق رو پیدا خواهید کرد و یه فکری به حال مردم خودتون بکنید. بر تقدیر امیدوارم کار به جاهای باریک نرسه، کار به جاهای باریک نکشه. از کلیه هموطنان عزیزی که من فرصت نکردم جواب تلفنشون رو بدم عذر میخوام. پاینده باشید. به هر حال من هم در خدمتتون هستم. امروز نشد، برنامه‌های بعد در خدمتتون هستم و برنامه جهان امروز رو در روزهای جمعه و سه شنبه که زنده خواهیم داشت و پنجشنبه و شنبه هم بازپخش اونه. بنابراین پنجشنبه جمعه شنبه ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر و سه شنبه ها ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر. تا درودی دیگر، بدرود. با سپاس از غزاله و سارو. الو، سلام علیکم، حال شما چطوره؟ ها چطور بودی؟ بهتر شدی؟ خسته یا چته؟ شنفتم چی کارا میکنی؟ پدر جان چی کار میکنی؟ خوبی؟ الو قطع شد. با بیلیفون صحبت کنی تا قطع نشد. بیلیفون 818-532-5800، اتصال سریع، قیمت پایین، کیفیت بالا. بیلیفون، برای ارتباط با عزیزانتان در راه دور از بیلیفون استفاده کنید. بیلیفون 818-532-5800. بیلیفون.